سلام به کانال تعلیم یوگای یوگین ایرانا خوش آمدید وضعیت شاواسانا به معنی جسد برای استراحت و رهایی بعد از تمرینات بدنی یوگا هست و در این حالت تمرینات تجسم خلاق عبارات تکیدی و برنامه ریزی زمیر ناخداگاه کار می شود چرا برای این وضعیت اسم جسد گذاشته شده؟ چون در این وضعیت باید مدتی بی حرکت باشید و در بخش پایانی تمرینات بدنی یوگا جسم را رها سازید و تمرینات ذهنی را انجام بدید. تمرینات پراتی ها را که شامل ریلکس کردن تنش ها و انقباز های بدنی هست و با استفاده از تجسمات و عبارات مفید تلقینی حالات مثبت و خوشایند را در خود ایجاد می کنید و در آرامش عمیق که تأثیر پذیری زمیر ناخداگاه قوی تر می شود برنامه های دلخواه به وجود خود منتقل می کنید. بعد از هر وضعیت سنگین یوگا، یا بعد از هر سری تمرینات بدنی یوگا و در نهایت در پایان تمرینات بدنی یوگا شما باید حتما دقایقی به نسبت مناسب در وضعیت شاباسانو قرار بگیرید تا هم به بدن استراحت بدید هم تمرینات ذهنی رو بتونید انجام بدید. در اینجا نحوه قرار گرفتن بدن رو رو زمین در وضعیت شواسانا توضیح میدم دقت کنید اگر مشکل گودی کمر دارید زیر رانها یک یا دو کوسن بذارید رو زمین زیر رانها که بتونید در وضعیت طولانی و راحت باشید. پشت سر اگر احساس میکنید که نیاز دارید چیزی بذارید یک بالش خیلی باریک بذارید چونه رو به عقب بدید دقت کنید بدن در راحت ترین حالت باید باشه و چانه به روی گردن و سینه نباید نزدیک باشه برای رهاسازی عضلات ناحیه لگن یک کف پا رو زمین میذارید یک سمت رو از زمین بلند میکنید دوباره رو زمین میذارید و بعد با پای دیگه سمت دیگر رو به همین ترتیب تنظیم میکنید یک کشش طولی میتونید ایجاد کنید که به بدن رهایی بهتر بده یا اینکه بدن دست و پاها رو از زمین بلند کنید و بدن رو منقبض کنید به نهایت و بعد یک باره رها بشید پس دقت میکنید چانه از زیر چانه فشرده نباشه رو زمین برای بلند شدن هم از یک سمت به کمک دست و پاها زمین بلند میشه دقت کنید قفسه سینه رو یک بار از رو زمین بلند میکنید تا اینکه عضلات پشت قفسه سینم رو زمین پیچیده و فشرده نشده باشه. پاها کمی از هم باز هست و دستها چسبیده به بدن نیست و از مچ پاها پاها رو کف پاها رو به طرفین رها کنید. پشت دست هم رو زمینه و نیاز نیست انگشتان رو زمین کشیده باشه. انگشتان رو رها میکنید تا برگرده به طرف کف دست به طرف بالا. اگر نیاز هست از پشت بدن را در ارتباط با زمین تنظیم کنید به راحتی در شروع کار این تنظیمات رو با دقت انجام بدید که در طی تمرینات ذهنی نیاز به حرکت بدن نباشه و در راحت ترین حالت باشید برای بلند شدن به این شکل هم میتونید در آخر کار از رو زمین بلند شید ولی بهتره که عجله نکنید و مدتی در وضعیت نشسته باشید بعد بلند شید اینجا نشون داده میشه که پاها چطور باید از مچ پا کف پاها به طرفین رها باشه و به این صورت سفت پا رو نگه ندارید مچ پا زانوها کاملا در رها حالت بنابراین انگشتان پا به طرفین رها میشه جهت داده میشه هم به این شکل که پشت دست ها رو زمینه نکف دست ها و انگشتان باید شلو رها باشند نکشیده نه بسیار جمع شده در حالت طبیعی خود به خود رها. رو انداز هم حتما استفاده کنید حالا اینجا وضعیت سر رو بیشتر توضیح میدم که چطور پس سر رو تنظیم کنید که احساس فشار در پس سر رو زمین نداشته باشید و فاصله چانه با روی سینه مناسب باشه و فشردگی زیر چانه ایجاد نشه. چشم رو در تمام مدت میبندید. لب ها به هم بسته است. دندان از هم کمی فاصله داره. پس تنظیم پشت بدن در ارتباط با زمین با دقت صورت میگیره در تمام بخشهایی که با زمین در ارتباطه دقت میکنیم که چانه در وضعیت درستی باشه و رهاترین حالت بدن رو پیدا میکنید از این زاویه هم میبینید که چطور بدن رو رو زمین تنظیم میکنید برای اینکه تو وضعیت شواسانا راحت در حالت رو در ارتباط با زمین داشته باشید جفت کف پا رو رو زمین میذاریم و ناحیه لگن رو بلند میکنید یا یک کف پا یک کف پای دیگه و قفسه سینه رو هم از زمین بلند میکنید دوباره رو زمین میذارید که پیچیدگی در عضلات ایجاد نشده باشه تا اینجا شما سطوح پشت بدن رو با زمین تنظیم کردید و از اینجا به بعد دیگه کمتر حرکتی دارید و بیشتر میخواهید که تمرینات تنفسی رو در این حالت انجام بدید بعد از تنظیم سطوح پشت بدن و رهاسازی کل بدن از سر تا دست ها از شانه ها تا انگشتان پا آماده میشید برای تنفس کامل یک دست رو میتونید رو شکم بذارید تا حس بهتری بگیرید از اینکه تنفس رو از پایین ترین حد ریاه ها انجام بدین ناحیه شکمی اصطلاحی که گفته میشه و شما دم رو که میگیرید مثل آب که تو لیوان ریخته بشه از پایین ریه ها ها رو با هوا پر می کنید و کم کم بالاتر و بالاتر و بالاتر تا شانه ها و بعد بازدم انجام می دید. در ویدیو های قبلی این نوع کامل و صحیح توضیح داده شده که پایه کار چطور باشه حالا اگر شما نتونستین تمام ریه رو رو پر کنید اشکالی نداره فعلا میتونید هر چقدر که میتونید ولی از جای درست یعنی از پایین ترین حد ریه ریه ها رو از هوا پر میکنید و بعد بالاتر و بالاتر تا جایی که میتونید به این شکل تنفس رو با آگاهی انجام میدید دم میره به پایین ترین حد ریه ها فشار میاره و از دیافراگم که توسط ازول دیافراگم به ناحیه گوارشی فشار وارد میشه و با بازدم رفته رفته این فشارها رها میشه به حسی که ها در بدنتون ایجاد میکنه دم و بازدم ها آگاهانه توجه دارید و دقت میکنید که نفس ها رو سرعت نفس ها رو نه کنید نه آهسته بذارید نفس ها به شکل طبیعی و عادی کار خودشون رو انجام بدن در زمانی که لازم دارند و شما فقط شاهد آگاه هستید اما نفس رو به پایین در حد ریه ها میبرید و در ناحیه شکم حس میکنید که ازولاد در این ناحیه و ناحیه گوارشی اندام های گوارشی تحت فشار قرار میگیره در واقع شما دارید در وضعیت شواسانا با تمرین ذهنی آگاهی به نفسها یک نوع ساده مدیتیشن یا مراقبه را انجام میدید که در زبان هندی دیانا یا دارانا گفته میشه تمرکز و توجه حتما توجه کنید که سرعت تنفستون آهسته باشه البته به طور طبیعی و شما دخالتی در سرعت تنفس نداشته باشید نفسها رو آگاهانه در بدن حسی که ایجاد میکنه تعقیب میکنید از های بینی به طرف شکم بالای شکم فشاری که وارد میشه حسی که ایجاد میشه و مسیر برگشت و رهاسازی به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنید و تماما تماما با نفس ها و حسی که در بدن نفس ها ایجاد میکنه از شروع تا پایان آگاه هستید و توجه می کنید حالا تجسم کنید که بدنتون بستر یک رود هست و جریان آب از بالای سر در بدن شما جاری میشه از کف دستها و پاها خارج میشه مدام این مسیر رو آگاهانه شما حس میکنید تجسم میکنید که جریان رود آب از سر به درون بدن در بستر بدن در بستر رود جاری میشه و از کف دستها و پاها خارج میشه با این تجسم تنش های باقی مونده رو از بدن خارج میکنید از سر به طرف دستها و پاها آهسته آرام مثل اینکه سرعت فیلم رو کوتاه کردن آهسته کردن به جای تجسم جریان آب میتونید شما تجسم کنید که انرژی حیاتی وارد بدنتون میشه از سر و از با شستشوی تمام اجزا ذرات از کف دستا و پاها خارج میشه این روند رو بارها تکرار میکنید آرام و آهسته حالا در توجهی که از سر به دستها، از شانه ها به طرف انگشتان پا نشون میدید دقت کنید ببینید تفاوت حس ها رو در هر ناحیه و دقت کنید ببینید آیا تمام بخش ها رو میتونید حس کنید یا جایی هست که نمیتونید حس کنید و دقت میکنید که ببینید آیا سمت راست و سمت چپ بدن در هر ناحیه حس یکسان داره یا تفاوت داره نیمه راست سر جمجمه نیمه چپ شانه راست شانه چپ دست راست در مقایسه با دست چپ قفص سینه سمت راست و سمت چپ کمر و شکم سمت راست و سمت چپ رو توجه میکنید که ببینید آیا حسی یکسان دارید یا متفاوت حساب ناحیه لگن سمت راست سمت چپ رانها زانوها ساق پاها و کف پا دوباره و دوباره بررسی کنید از سر تا دست ها از گردن و شانه تا کف پاها ببینید آیا همه بخش ها رو میتونید خوب حس کنید حسی ازش دارید و آیا یکسان هستن حسا در هر ناحیه و همینطور سمت راست و چپ پس دارید آگاهیتون رو نسبت به خودتون افزایش میدید از طریق توجه به جسم بعد از چند بار بررسی کل بدن از سر به طرف پاها و دستها حالا میتونید دوباره به نفسها توجه کنید نفسهای طبیعی و عادی بدون اینکه شما هیچ دخالتی در شیوه دم و بازدم داشته باشید پس دقت میکنید ببینید که الان نفس ها چگونه هستند و نسبت به شروع تمرینات چگونه هستید آیا الان حس بهتری دارید آرامتر هستید به حس و حالی که الان دارید توجه میکنید و خودتون رو احساستون و حالت حضورتون رو همان گونه که هست لحظاتی بدون هیچ فکری بدون هیچ قضاوتی بدون هیچ توقع و انتظاری آگاهانه مشاهده میکنید حس میکنید به این ترتیب شما میتونید دوباره و دوباره توجه رو به جسم ببرید و رهاسازی جسم و به تنفس ها برگردید و دوباره به حس و حالی که دارید توجه کنید و هر مدت زمانی که احساس می کنید نیاز دارید و میتونید در این تمرینات باقی بمونید هر زمان که احساس کردید آماده برگشت به وضعیت عادی هستید بدن رو به آرامی به حرکت در میارید از دست ها و پاها انگشتان دست ها و پاها سر رو به راست و چپ حرکت میدین انقباض میدین به بدن و به همون ترتیبی که بدن رو تنظیم کردید رو زمین با حرکات ملایم بدن رو فعال و بیدار میکنید تا بتونید به وضعیت نشسته برگردید و قبل از اون چشم ها رو باز می کنید اطراف نگاه می کشش به بدن میدید به پهلو سمت راست سمت و چپ میتونید بچرخید و بعد بلنشین و دوباره رها بشید و دوباره بدن رو در بخش های مختلف حرکت در بیارید تا آماده حضور در زندگی و فعالیت های عادی بشید در آخر هم میتونید برای خودتون، اطرافیانتون و تمام جهانیان بهترین آرزوها رو در ذهن مرور کنید. Šādu balsīti.